سلام یاد خدای بخشنده و مهربان بسم الله الرحمن الرحیم سلام به زندگی سلام به زندگی که به ما فرصت دوباره زیستن نفس کشیدن شب گذاری به ما و شما فرصت دوباره خوبی کردن و مهربانی ها را داد سلام به زندگی که همیشه و همیشه به ما فرصت خوبی ها و نیکی ها را داده فرصت ای را داده که ما با همدلی با مهربانی با عشق به زندگی و به هم نوع خود ما زندگی خود ما را پیش ببریم و سلام و درود به شما عزیزان شما بیننده های عزیز شما وطنای گرانقدر در هر جایی که هستین سلام به دلها و قلبهای پاک یک یک شما عزیزان سلام به دستهای پرتوانتان و به قلب های پاکتان آرزومند بهترین لحظات هستیم امیدوار هستم که هیچگاه حسرت غم های گذشته تان را نداشته باشین نگرانی ها در زندگی تان نباشه و همیشه زندگی تان پر از صفا و صمیمیت و مهربانی باشه امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه روشنا همراه شما عزیزان و شما هم همراه ما هستید تا آخرین لحظات مثل همیشه گفتیم که با ما در ارتباط باشین بسیار خوشحال میشیم مثبت 964 780 255 40, از همیال برای شما نمبر واتساپی را گفتم که با ما تا آخرین لحظات در ارتباط باشین سوالات، انتقادات، پیشنهادات و هر گپی که دارین با ما میتونین از طریق در ارتباط باشین خانم حسن زاده امروز کارشناس برنامه ما هستن سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید میگیم خدمتشان سلام خانم حسن زاده و خوش آمدید بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام و عرض عدب دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم انشالله که روزو خوب و خوشی رو برای اینا آرزو و در هر کجا هستن جور و سعد من باشن الهی آمین ما هم همیشه آرزوی ما همی هست برای همه بیننده های عزیزی که در هر جایی که هستن و بیننده هستن حال فرق نمیکنن بخصوصم و خصوص هم عزیز ما که در هر شهر و ولایات در هر جایی که هستن آرزو میکنیم که خوش و خورم باشن در کنار اعضای خانواده با صفای خودشان بله اما بسیار وقتا شاید بیننده های خوب ما نسبت به این موضوع فکر کرده باشند که در زندگی گاه وقتا دو دل میشیم گاهی وقتا در انتخاب کردن و تصمیم گیری خود ما دچار مشکلات میشیم شاید یک گپ براتون پیش آمده که بگوین که خو خدای من کدام کار قبول کنم کدام کار انتخاب کنم یا کدام گپ درست است یا کدام کار صحیح نیست حتما یک گپ در زندگیتان پیش آمدم که دو دل بودن که کدام یکی را انتخاب کنین در کدام تصمیم گیری دقیق تر عمل کنین صد, صد گپ شده براتان چی کردین وقتی که دو دل بودن وقتی که در تصمیم گیری هایتان نمی که چی را انتخاب کنین و کدام تصمیم گیری صحیح بوده چی کردین شما جوان عزیز به خصوص شما فکر کردن که در این قسم مواقع باید چی بکنن چه راه را انتخاب کنن و چگونه تصمیم بگیرن بله میفهم که حتما شما امیال برای ما جوابای بسیار زیاد دادید خب میتونن به ما جوابای خودتان را ارسال کنن و بگوین بله حتما میگن که ما در تصمیم گیری ها حرف شنوی می داشته باشیم از بزرگای ما از کسایی که در داخل خانه هستن تجربیات زیادی دارن از اندیشه و رأی اونا استفاده میکنیم مشورت میگیریم و سعی میکنیم و تلاش میکنیم و کوشش میکنیم که تبادل نظر کنیم تا اینکه بتونیم در تصمیم گیری های ما بهترین انتخاب داشته باشیم بله امروز موضوع برنامه ما همی هست که میخوایم بگوییم که حرف شنوی در زندگی ما چقدر میتونه محصر باشه و چقدر میتونه باعث موفقیت های ما و شما باشه و اما خانم حسنزاده عزیز قبل از اینکه بیایم نسبت به این موضوع بپردازیم از برنامه قبل موضوع ما کامل نشد یعنی که ناقص مان میخوایم که امروز هم در رابطه با اون موضوع هم صحبت کنیم کل موضوع و عنوان برنامه در رابطه با نظام خانواده و عوامل که تاثیرگذار هست عوامل بیرونی در خانواده و ما میخوایم که آسیب های فضای مجازی رو ما بررسی کردیم و حال راهکارهایی از او رو میخواییم که بیان کنیم منتظر هستیم بله موضوع برنامه ما همونطور که شما فرمودین نظام خانواده و تاثیرات عوامل بیرونی که بر خانه بود ما در جلسات قبل بیان کردیم در مورد دخالت اطرافیان بود حالا نقش اقوام رو گفتیم خویشاوندان رو چقدر میتانه در خانه ما تاثیر گذار باشه یا نقش همکاران رو گفتیم دوستان رو گفتیم و محیطی و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم همونطور که شما در جلسه قبل ما در مورد فضای مجازی و خش رسانه و تاثیرات او بر زندگی های خود ما و بر اعضای خانواده ما مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که ما تاثیرات مثبت هم داره فضای مجازی تاثیرات منفی هم گفتیم داره یک آسیب هایی رو به خانواده ممکنه وارد بله. کنه از اونجا که ما گفتیم فرهنگ و سازی و استفاده از این وسایل فضای مجازی مثلا همین گروه هایی که ما هستیم و شبکه های اجتماعی که در او شریک هستیم اکثر فناوری های مدرنی است که در جهان غرب طراحی شده و وارد خانه مثلا خانه های ما شده ممکنه با فرهنگ ما با آداب و رسوم ما هیچ تناسبی ندیشته باشه ولی بدون هماهنگی ما وارد خانه های خود کردیم از, از این رو گفتیم یک آسیب هایی رو داره بله. خب پس ما میخوایم الان را کارهای تربیتی رو که جلسه قبل باقی مانده بود الان بیان کنیم بعد به موضوع اصلی بپردازیم بله. راکارهای تربیتی یه عملی داریم که خانواده خودمان را چطور از این فضای مجازی از این شبکه ها بله. گروه ها و اینها حفظ کنیم ام. که دوچار آسیب نشد یا به حداقل دقل برسه آسیب پایوارد شده بله. خب اول موردی که ما در نظر داریم آشنایی پدر و مادر حتی به صورت کم با فضای مجازی است متاسفانه حال گوشی به فرزندان میخرن و او رو میدن باید اینا که کمتر سراغ پدر و مادر بیاین یعنی, یعنی از سر خوبا میکنن بلد. در صورتی که کار ما میگیم یکی از آسیب که میتونه این رو تقویت کنه پدر و مادر با خود اینا آشنا باشن با, این فرح... با استفاده و فرهنگ استفاده از او که بتونن این رو به فرزندان خود خود نظارت کنن و همراهی کنن, کنن. بله. و این نظارت همراهی میتونه از آسیب هایی که ام. ما در جلسه قبل گفتیم که عدم مدیریت بود و مبایز بود که در جلسه قبل گفتیم اینا کنترلر بشه ام. و ما... در استفاده از فضای مجازی یک حدیثی از امام باقر علیه السلام میگیم درست استفاده کردن رو که در تفسیر آیه 24 سوره عباس بله. حضرت فرمودن که ما سوره عباس آیه 24 داریم که خداوند متعال میفرماید فلیان زرول انسانو الاتعامی انسان باید به قضایی که میخوره بنگره که چی میخوره آه. خب ولی امام باقی در تفسیر این فرمودن منظور از تام همون غذایی که ما به جسم خود میدیم تنها نیست غذایی که به روح خود میدیم دقیقا. یعنی تاثیراتی که انسان از غذای روحی او دریافت میکنه حالا ما در دشت... کلی بیان شده اونجا هم به روح ببیدن. انسانه انسان هم به جسم از اون تاثیر گذاره پس از این رو باید انسان نگاه کنه این چیزی که داره الان دریافت میکنه آه. از این فضای مجازی چی هست پیام از طرف چی کسی درسته. یعنی این نکته باید توجه داشته باشه هدف از این پیام چیه آیا هدف اخلاقی داره فرهنگی داره اجتماعی داره یا خدای نکرده ضربه ای به رو, رو روان ما رو 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 داره اینا رو باید انسان دقت کنه و چه داره این پیامی که برای ما الان داره میخونیم از شبکه‌های فضای فز... مجازی چه فرهنگی رو داره ترویش میکنه ام. آیا منافات داره به فرهنگ اسلامی ام. و سنتی خود درسته. ما که او رو اصلا به کار نگیریم اونا رو بذاریم که خب پس ما میتونیم بگیم که در همین بحث استفاده از فرهنگ و استفاده از فضای مجازی یه چیزی رو مهم بگیم یک رژیم مصرف مثلا ما برای خوردن ما یک رژیم مصرف داریم درستان. الان همه مصرف رو برای رسانه هم در نظر بگیریم یعنی برای روح روان ما رو در نظر بگیریم یک برنامه و یک رژیم غذایی درست احسان. ما برای رژیم غذایی ما غذاهایی میخوریم مشروط و محدود بود یعنی غذایی که حرام نباشه سالم باشه فاسد نباشه چون به روح به جسم ما زلر میزنه خب به روح ما هم همچین غذاهای زلر میزنه خب پس به غذاهایی رو استفاده کنیم پس سالم باشه یعنی به ارتباط محرم با اون محرم رو در فضای مجازی رعایت کنیم و پیام هایی که دریافت میکنیم ببینیم به چه آسیب هایی بله. میکنه با ما بزنه و به میزان محدود ما قضا مصرف میکنیم این رو باید حتما والدین گرامی مد نظر خود خب دیشته باشن که من وقتی گوشی به فرزند خود میدم این رو به او یادآور بشن که شما به میزان محدود میتونیم از این گوشی استفاده کنیم نه همیشه شبانه روز دست شما باشه چون به روح روان شما آسیب میزنه این مدت محدود همون ظرفیت معده انسانه که ما غذای بی نهایت نمیتونیم استفاده کنیم خب در این زمینه ما به صورت کلی میتونیم بگیم راهکارهای تر... همین راهکارهای تربیتی که این رو در نظر داشته باشن والدین که این گوشی یا فضای مجازی که فرزند اونا هستن باشون همراهی کنن نظارت کنن طوری نباشه او رو در اختیار اونها قرار بدن و به صورت مثلا کلی بگن که هیچ تأثیری در روح روان ما نداره بلکه باید به روح روان خودشون فرزندان خودشون توجه کنن حتما فهم فرزندان منحصر نمیشه بله, حتی بله. به خود والدین این که چه شبکه های و گروه های عضو هستن و یک مدیریتی به صورت کلی میگم داشته باشن ما در پایان اه اه. یک حدیثی از امام رضا علیه السلام است که میفرمایند زمانی که مردم ها به کارهای ممنوع دست زدن هر کس هر چه دلش خواست عمل کرد بدون اینکه کسی نظارت اه. کند در این صورت ممکن است به فساد و تبایی کشیده بشه یعنی انسان امام رضا علیه السلام خیلی نکته بله رو اشاره کردن اگه نظارتی بر روی کارهای انسان نبود انسان به فساد کشیده میشه این به خصوص برای او فرزندان خیلی کار بشه هست چون فرزندان کسانی هستند که تازه رشد کردن تازه به اجتماع وارد شدن از او تجربه و از او علم و درایتی که والده برخوردار هستن. فرزندان هنوز برخوردار واگذار پس بالی. اینجی این باید با راهنمایی پدر و ام. مادر باشد. خب این از موایس <تصفح> گذشته بود ما مطالبی که لازم دونستیم بله بسیار عالی <تصفح> اما موضوعی که امروز میخوایم بررسی امروز کنیم بله. بررسی کنیم همونطور که شما فرمودیم این است که ما در خانه یا که زندگی میکنیم هسته خانواده حال مثلا والدین هستن و فرزندان هستن که ما قبلا هم گفتیم بیرون از اون خانواده همه اطرافیان و یا دوستن یا آشنایان یا یعنی خشن و اقوام هستن ما میگیم که خارج از اونها باید از چه کسانی حرف میشنوی داشته باشیم بله. البته فضای خانواده رو ما مد نظر نداریم در فضای خانواده خیلی سفارش شده که همه باید تصمیم ها رو با هم بگیرن و با یعنی با هم همکاری و تعامل و محبت اه. و عاطفه داشته باشن حالا ما برای بیرون از خانواده میخوایم در نظر بگیریم که چه کسانی حرف شنوی داشته باشه درسته. اول که انسان باید یک مهارتی رو که همه بینندگان ما فکر کنم لازمه در خودمان اگه نداریم ایجاد کنیم مهارت اینه که حرف هایی که از خارج و اطراف خانواده میشنویم زیاد و او رو بزرگ نکنیم و سریع هم وارد خانواده سریع وارد کانون خانواده نکنیم بلکه یک تعملی رو داشته باشیم یک تجزیه تحلیلی بکنیم که یه حرفی که الان شنیدم چقدرش ممکنه درست باشه و یک و چه ممکنه چه مثلا مقدار از او از صحبت ها اشتباه باشه اگه اونایی که درسته اونها رو وارد خانون خانواده کنه و به موفق و به رشد خانواده هم تاثیر داره ولی یک مواردی هست که اصلا به کانون خانواده ربطی نداره بله ولی بله بله. ما به خاطر شتاب زده اون رو عمل میکنیم سر باعث میشه کنار وارد کانون خانواده ما کنیم درست. و آسیب رو از همون جانب الان کم نیست در خانواده هایی که به خاطر حرف مردم رو از هم باشیده شده درست خب بله. خب پس باید اینها رو اول انسان این که فهم ما رو قوی کنیم امه. انسان باید دقت کنه فهمش رو قوی کنه بعدش حرف دیگران رو از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار قرارده ممکن انسان ضعفهایی داشته باشه رو ما همه ما قبول داریم که انسان یک ضعفهایی در خودش داره و باید اون ضعف رو برطرف کنه حال ممکن اطرافیان به او تذکر بدم یا به وسیله راهنمایی کسای دیگه اون ضعف رو برطرف کنه ولی برطرف کردن این ضعف ها ممکن ممکنه به چه،, چه سبکی باشه مثلا یک باریکی باشه به تدریج باشه ما پیشنهاد میکنیم همون رو به تدریج اجرا کنه چون انسان جوری نیست که ضعف ها یک باریکی قبول کنید و ممکنی تک تک اونها رو قبول کنه انسان باید دقت کنه که حرف مردم به دو صورت <applause> مثلا ما فکر میکنیم که حرف مردم کاملا اشتباهی خب به یه یعنی نباید با اهمیت بدیم نباید اون رو در زندگی خب پیاده کنیم ما میگیم نه به این صورت نیست حرفایی از خیلی ممکنه های زندگی ما باشه و تاثیر بگذاره در خانواده درستم. ما یا اینکه حرفایی هسته که اصلا اطرافیان ما به محض که ما شنیدیم بعد اون رو پیاده و اجرا کنیم و به اون عمل کنیم هیچ تحلیلی تجزیه هم رو موضوع نکنیم متاسفانه بعضی افراد به همین که به محصی که حرفی رو از دیگرها شنیدن فقط ماین او رو عمل کنن خب این حرفایی که میخوان بر اساس حرف مردم او رو عمل کنن یک چیزی هم تو ذهن خود دارم میگن اگه من می بی حرف عمل نکنم مردم به من بد میگن درست به خاطر ف... گپ مردم به خاطر گپ مردم حالا میگن که حالا اگه من می مهمانی میگیرم گپ مردم مهمه اگر حتی ازدواج میکنم به سبک ازدواج میکنم که مردم به اینا بد درستم. نگن یا جهیزیه تهیه میکنن بر اولاد خود میگن مردم به ما بد نگن امه. و همه به خاطر حرف مردم که این از نوعی هست که اصلا شتاب زده عمل میکنن امه. ولی باید انسان فکر کنه آل مردم حرف میزنن خب ممکنه اگه شما بهترین جهاز رو بدی بهترین بله. میمنی و یا عروسی رو بره فرزند خوب بگیری باز هم مردم به خدا دارن, دارن و میزنن قضاوت های مردم رو اینجا باید در نظر نگیریم درست. چیزی که باید در نظر بگیریم احوال حال مایه بله. در وسط امه چقدر که من به این فرزند خود جاز بودم یا یک عروسی به این فرزند خود بگیرم حتی ما داریم در بین جامعه ما کم افرادی نیست که به خاطر یک عروسی جوان باسیز شده که مردم حرف بری نزنن بله. سالها قرض بده خب همین یک فشاریه بروی روی جوان بله. خب این باعث شده که جوان به روی فشار بیای سالها قرضدار بشه که تا یک عروسی خوبی بگیرن که مردم بریو و بد نگم ما نمیگیم مردم رو از زندگی خو حذف کنیم همونطور که میگن با مردم زندگی بکن برای مردم زندگی نکن <تصفح> کلام بزرگان ماه یعنی با مردم باش با اونا با معاشرت کن با اونا رفت آمد کن و با اونا احترام بگذار به گفته های حال گفت ممکنه گپی بزنن که مثلا با... مثلا ما سعی کنیم مثل <تصفح> اونها اجرا کنه نه به این سبک نباش برای مردم زندگی نکن برای خود خود زندگی کن اگه می از زندگی لذت ببری جوری باشه که بره خود خود زندگی کنی چون حرفای مردم هر کار بکنی و هست پس رازی نگه داشتن مردم هم درست. کار آسانی نیه که ما همیشه متوجه حرفای بقیه باشیم پس در این مورد ما میگیم حرف شنوی از مردم نداشته, نداشته باشیم. باشیم. چون به با عقل و فهم و درایت خود رجوع کنیم که آیا می ای رو بپذیرم باعث میشه که به خانواده ما آسیب نزنه درست. باعث میشه به فرزندان ما آسیب نزنه به اقتصاد خانواده ما آسیب نزنه مهم. اینها رو در نظر بگیریم چون اینها اولویت داره بله. یک اولویت سنجی میگیم این چی انجام بشه آیا حرف مردم این چی مهمتره یا آسیبی که ممکنه بعدها به خانواده یا اولادم زده, زده بشه. بشه, خب یک میان برنامه آماده نشت داریم تقدیم از نانو بیننده کنیم و بعد از او حتما میپردونیم به این موضوع که در چه جاهایی بتونیم حرف شنوی داشته باشیم حسن. درست است بسیار حسن. علی خب میان برنامه آماده تقدیم شما عزیزم بسم الله الرحمن الرحیم بار خدایا من آغاز میکنم ستایش را به حمد تو و به نعمت و احسانت راه حق و سواب را می و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانانی در هنگام عفو و بخشش و سخت ترین منتقمی در جایگاه عقاب و انتقام و تو بزرگترین ترین جبارانی در جایگاه بزرگی و کبریایی بار خدایا تو به ما اجازه دادی که به درگاهت دعا کنیم و حاجت طلبیم پس ای خدای شنوان سپاس مرا بپذیر و دعایم را اجابت فرما و از لغزشم به کرمت درگذر که چه بسیار تو غصه و اندوه ها را برطرف کرده ای. و هم و ها را زائل ساخته ای و ها بخشیده ای و رحمت ها منتشر برخم نموده ای و زنجیر های بلا را در هم گسسته ای سپاس و ستایش خدایی را که جفت و فرزندی نگرفتن و او را در ملک وجود شریکی نیست و قدرت کاملش بی نیاز از یار و مددکار است و بزرگترین تکبر را سزاوار است ستایش خدا را به جمیع اوصاف کمالیش بر تمام نعمتهای بیشمارش ستایش خدای را که در ملکش هیچ مخالفی ندارد و در امر و فرمانش خسمی کشمکش نتواند ستایش خدا را که در آفرینش او شریک نباشد و در بزرگی و بزرگواری او را مانند نیست سپاس و ستایش خدایی راست که امرش در خلق نافذ و اوصافش آشکار و مجد و بزرگواریش و لطفش پدیدار است و دست عنایتش به جود و بخشش بر خلق گشاده و باز است بعد به موضوعی که از چه کسانی ما هفشنوی داشته باشیم یا نداشته باشیم بله حالا میپردیم به این موضوع که خب حالا ما چه کسانی پس حرفشنوی داشته باشیم گفتیم که هفشنوی در بعضی مواقع نداشته باشیم زمانی که بخوایم تصمیم گیری کنیم و بسیاری از مسائل های زندگی ما را خود ما انتخاب کنیم طور نباشه که برای مردم باشه قسم نباشه که بگویم که زندگی خود ما قسم بسازیم که مردم خوش شوند و مردم ما را تایید کنند به یک قسم گپ ها حرف شنوی نداشته باشیم حالا از چه چیزهایی ما حرف شنوی داشته باشیم خب میشنیم از زبان خواهر خوب خانم اصلا ببینیم که چه موضوعاتی را برای ما و شما پیشنهاد میکنند بسیار دوست. عالی من نکته که فهمیدیم اون که حرف شنوی نداشتیم ما گفتیم دیگه هم. یعنی کلا حرفایی رو که به ضرر ما و خانواده ما هست البته به سخنان بقیه به صورت کلی باید با یک عقل و فهم و درایت نگاه کنیم بعدش اونا رو در زندگی بله. اجرا کنیم و این خودش نیاز به یک اعتماد به نفسی داره چون افرادی که کلا اعتماد به نفس ندارن به محض که حرفی رو شنیدن سری ماین اور به داخل زندگی خود پیاده کنن بله دنبال نمیرن که او رو کنن درباره از و... که ای مثلا درستن. آیا و درسته درست نیست آیا به زندگی من میزنه یا نمیزنه این برای زن و شوهر بسیار حساس است مثلا اگر زن خانواده قسم باشه که از هر کسی یک گپ مشنوه بزرگ بیاد داخل خانه و زندگی خود عمل کنه یا مرد یا خانواده اگر باشه. باشه. که یک گپ بشنوه اونو مرا تیزی کرده بیاد داخل خانه و زندگی خود اجرا کنه و چه ب... آسیب هایی رو به خانه میزنه دیگه. کانون خانواده کلا هم... به هم دیگه سرپ میشن زن ام. و مرد اینا آسیب هایی از زن... پس باید چی مرد زن یک اعتماد به نفسی به خود داشته باشه درست. الان حرفی که من از مثلا طرف مقابل دو مال همکار باشه همسایه باشه کار نداریم همه مواردی که ما در جلسات قبل گفتیم میتونه تاثیرگذار باشه حرفی که شنیدم من چه جوری این رو گوش کنم یه حرفی که من گوش کنم به خانه مه، به خانواده مه، به اولاد مه، به اقتصاد خانه بز... مثلا فرهنگ بله، خانواده بله، بله، به نوع آسیب بزنه یا نمیزنه خب مردم ما میگیم اول باید رو در نظر داشته باشیم که به سلایق و او علایق علاقایی که مردم دارن احترام بگذاریم اگر چه اونا رو در کانون خانواده خودمان اجرا نمیکنیم کنیم بله. نگیم نه تو خیلی حرف بدی میزنی این یک نوع عدم و معاشرت با بقیه رو برسانیم اونجا تایید نه به عنوان تایید که الان من میرم پیاده می بله بله. در خانه به عنوان اینکه با احترام حرفش رو گوش کنیم حرف او رو یک با عذابی های مختلف همون که بله. قبلا گفتیم ببینیم خب بسیاری از اوقات پیش آمده خامزوری که ما تصمیم به کاری گرفتیم و ما یک کاری رو شروع کنیم بله. اطرافیان ما آمدن با یک نقطه نظرهای منفی ما, خب ما رو از او کار منصرف کردن خب ایب که ما رو از اون کار منصرف کردن خب به, سر... به سرعت ما از کار منصرف نشیم ن... یعنی نباشه که به محضه که شنیدیم بگیم ها خوب شدی بگفتی وگر نه ما خود ما اصلا نمیتونستیم این موضوع رو تشخیص بدیم درست. نه بلکه با اونها رو سری در خانواده پیاده نکنیم مم. خب افرادی هستن که ما باید حرف از اونها رو گوش کنیم درسته. یعنی واقعا افرادی هستن که واقعا لازمه در زندگی ما حرف اونها رو گوش کنیم حالا او افراد چه کسانی هستن مم. افرادی که از روی دلسوزی محبت. این اینکه ما میفهمیم طرف غمخوار مایه بله, بله. قم... به نفع خانواده ام. ما صحبت میکنه و یک دوست حقیقی انسان درسته. هست و به صلاح انسان رو میخواد. خب وقتی که این شرایط رو داشت چرا ما حرف او طرف مقابل رو گوش نکنیم؟ بله. چون این میشه او راهنمایی. دیگه او دخالت و تفرقه اندازی در زندگی نیه. باید تشخیص بده که این فردی که مثلا از او حرف شنویداریام درست ای رو بر ثابت شده برش بفامه که یک نفر دلسوزش هست میروانش هست و به خاطر آینده یزی این گپا رو میزنه و این قسم مشاوره ها رو, رو میته خب افرادی که معمولا بخوایم حالا میگم چجور تشخیص بدیم همچین افرادی افرادی که چنین شرایطی دارن اول کسانی هستن که یک وابسته عاطفی با ما دارن دوست. یک از لحاظ عاطفی و خونی با ما وابستگی دارن حال ممکنه پدر باشه پدر کلان و خانه باشه مادر کلان باشه خواهر برادر اینها کسانی هستن معمولا ها بله. همیشه نه معمولا بد ما رو نمیخوان یعنی همیشه ممکنه اگه به زلر م... ما چیزی باشه اون رو توصیه کنن که انجام نده ام. خب این حرف ها افراد معتمد هستن که ما باید به حرف اونها انجام بدیم و اینها افرادی هستن که از ما حمایت میکنن یعنی ما میتونیم به اونها تکیه کنیم درستن. خب پس اولین مورد کسانی شد که جز خانواده و اقوام ما هستن درست. خب از لحاظ ما اما به اونها وابستگی داریم این خود درستن. بحث عاطفی خونی یک بحث خیلی گسترده که خیلی میتونه زندگی و توصیه هایی که به ما میکنن راهگشا باشه درستن. و خیلی راهنمایی های خوبی رو به ما بکنن دیگه افرادی که میتونن به ما توصیه کنن و ما حرف اونها رو قبول کنیم اینها افرادی هستن که از علم آگاهی بالای برخوردار هستن یعنی در یک زمین تخصص دارن <applause> خب وقتی چنین افرادی بودن ما خیلی باید راه نمایی های اونها رو با دل جان قبول کنیم 100 صد دار خب ما بلن. داریم که امام علی علیه السلام فرموده العلم سلطان <applause> یعنی علم سلطان و او سلطنت و قدرت و چیز رو به ما میده اگه ما به سمتی بریم که و هر کس رو که از او پیروی کنه یعنی طرفدار علم باشه باعث میشه که پیروز بشه مم. و هر کی هم او رو از علم رو از خود برانه باعث میشه که آسیبی ببینه و مغلوب بشه خب باید... خانم در یک زمان میرسه که مثلا یک نفر دلسوسترین افرادش که همون رابطه خونی که دارن گفتن پدر مادر مادر کلان پدر کلان درست امکان داره متخصص نباشن احسن مثلا علم آنچنانی نداشته م... باشن بسیار با چه تو کنن؟ میگم دیگه ب... این نکته است که اونها از روی تجربه خودشان یک حرفی میزن او چیزی که خودشان در ذهنشان هست اینجی به افراد علم آگاهی دارن و متخصص که همون ما در امروز مشاور میگیم بله بله باید رجوع کنن ما متاسفانه قبلا جوری بود اگه بیا که میگفتیم به مثلا در یک مشکل خود خب برو مثلا وقتی که مثلا با قول شما بزرگان نتونستن ام. تشخیص بدن و حل کنن میگن به مشاور روشو کن میگن که من مگه مشکل دارم و خودم میتونم شما مشکل نداری شما میتونی فهم و درایت عقل شما خوب هست ولی به اینج علم و آگاهی رو نداری تخصص کار تخصص هست. نداری آبید. خب پس اینج به انسان خیلی ممکنه وقتی به رشد زندگی انسان کمک کنه یک تخصص پس رجوع کردن به مشاور به معنای ندانستن نیست بلی. به ناتوانستن نیست ام. به معنای این که از تجربه و آگاهی او در این زمینه بهره من شدند بله خب مت الان قبلا این نبود ولی الان خیلی خوب شده که خانواده هایی که مثلا مشکلی دارن در نهاد خانوادهشون در آسیب هست امه. قبل از اینکه به مرحله خدای نگده طلاق برسن یک مشاوره دارن داره و حتی بلی. چقدر همین مشاوره ها باعث شده که اینها دوباره, دوباره به قانون گرب خانواده بله. برگردن و بله بله. چه فوایدی رو برای فرزندان و ای, و ای خانواده به وجود آورده خب این دومین مورد بیان کردیم دیگه از افرادی که میتانیم از اونها کمک بگیریم بله. کسانی هستند که در کارهایشون موفقن مثلا یک شغل رو ما انتخاب کنیم خب حال مثلا ممکنه در اون پدر و مادر و خواهر برادر تخصص نداشته امه. باشن ولی میتونیم یا مشاور هم نرخواست مثلا بگیم به مرحله نیست که ما مشاور کمک بگیریم اینجا از افرادی که تجربه خوبی در او دارن بسیاره. شکست نخوردن در اون زمینه درستن. و موفقیت دارن میتونیم با اونها صحبت امه. کنیم و گه بزنیم و ایف البته افراد عاقل و باهوشن معمولا کسانی که شکستشون خیلی کمتر هستن و احساساتی عمل میکنن. با در این زمین هم توجه داشته باشیم ام. که جوری نباشه که بریم سراغ افرادی که احساساتی هستن. بلی. چون افراد احساساتی معمولا آنیت برای ما تصمیم, تصمیم بله به صورت آیا... آره نمی‌تونن آینده انسان رو درست. ببینن. ام. خب در زندگی باید این رو توجه داشته باشیم. ما حتی داریم تجربه چنان اثر داره در زندگی ام. انسان که افرادی که با تجربه هستن ما خیلی داریم که از اونها استفاده کنیم. بله. از تجربه هایشون استفاده کنیم. چون ارزش رأی فرد وقتی نظری فرد میده به مقدار تجربه صاحب رأی دقیقاً این تجربه که میگن همو پدر و مادر و مادر بزرگ و پدر بزرگ گفته میشه وقت رازی که اونا حالا شاید نرفتن تحصیل کرده باشن که تخصص داشته باشن ولی همو تجربیات زندگیشان خودش به نظر یک تخصص است که میتونه برای اولادای خودش بسیار موثر باشه بسیار آره. حتی میتونه راهگشا باشه ممکنه ما یک بگیم که اینها داره حتی ما در جلسات قبل گفته ممکنه احساس کنیم که پدر و مادر خدای نکرده دارن در زندگی ما دخالت میکنن ولی بله. چه بسا او راهنمایی باشه اینا رو باید از زوایای مختلف اول درستان. مورد بررسی قرار دیم ما افرادی هستن که وقتی که مشورت میگیریم با مثلا چی متخصص مشورت گرفتیم چی صاحب تجربه مثلا باش مشورت گرفتیم بلی. یا مثلا در کارهای من حرف شنوی از اونا داشته باشه یک مطلب دیگه هم باید در نظر داشته باشه افرادی رو که در نظر بگیریم البته جز این سه دسته که ما گفتیم نمیشه که حسادت نباشه در وجودشان مثلا دوستی هست بله. میای مشورت میره به انسان از روی حسادت ممکن یه چیزی بگه که به ضرر زندگی ما بله این افراد رو باید شناسایی مم. کنیم یا افرادی که افکار منفی دارن هر کار مای دست به هر کاری بزینی بگن نه همچین کار شکست میکنی مم. و اینا این سوء زن او باعث میشه که به زندگی و به افکار و زندگی ما هم نفوس دلی. پیدا کنه پس از اینا سعی کنیم دوری کنیم یک چیز من نتیجه گرفتم از این صحبت های تان زمان یا که کسی که مثلا یک نفر بشناسه مثلا آشناس مشناسه این نفره اون وقت میفهمه تشخیص میده که این حسادت داره ای هیجانی نیست ای احساساتی نیست ای باهوش است ای تجربه داره ای شکست های زندگیش کم بودم یعنی منظور میست که پس انسان باید با کسای مشورت کنه که حداقل آشناییتها را نسبت به او داشته باشه یک شناخت کلی داشته باشه نباشه که برای مثلا که یک بیگانه ای که ایت نمیشناسه او را هیچ خصوصیت های اخلاقی از او را و هیچ گپ از او را از شخصیت او نمیشناسه بره همراه از او مثلا یک دفعی شروع کنه به مثلا مشاوره گرفتن گفتگو یا تبادل نظر اصلا حتما باید یک اطلاعاتی در رابطه با شخصیت از او نو زندگی از او و همه مورد ازو او آگاهی داشته باشه آگاهی داشته باشه احسن چون بدون شناخت ما که نمیتونیم وقتی در موتر سوار یکی داره مثلا ما یک حرفی رو مطرح کنیم او میگه سری بیایم و پیاده کنیم از او هیچ شناختی نداریم حتی اینجا باید از یک مبحث دیگه هم هست که انسان باید در زندگی خودش از او استفاده ام. کنه تفکر انتقادی داشته باشه درست این تفکر انتقادی ممکنه بگن مثلا چی است یکی این است که به تفکر و تعقل در زمینه پذیرش یک مطلب به سرعت نداشته باشه یک مطلبی به ذهنش آمد او رو کنکاش کنه او رو بررسی کنه آیا من درسته همچین کاری بکنم حتی کوچکترین امور زندگی وقتی انسان بررسی کنه مسائل روز رو تصمیم گیری های مس... مثلا کوچیک رو انسان این تفکر انتقادی در او شک میگیره که مسائل بزرگ را هم همین از همین تفکر انتقادی استفاده کنه و باعث میشه که این رو در خود پرورش بده حالا پرورش انتق... تفکر انتقادی چند تا مورد داره دوست. که انسان باید اینا رو به کار بگیره تا او تفکر انتقادی در انسان رشد پیدا کنه که منوط بر ما قبلی ما میشه ولی ما در اینجا میگیم یکی سوال پرسیدن خوب. وقتی که مشکلی برایش پیش میاد امه. وقتی موضوعی یا حرفی برای کسی رو میزنه امه. و این رو از به افراد دیگه هم سوال بپرسه که چون پاسخهای اونا رو جمع کنه برایش کمک میکنه که یک تصمیم امه. درست بگیره ش... یعنی ف... فکر کنشکاب کنچکابانه باشه عصد. در هر چیز تو... زود نگذر از هر گپه کوشش کنه که هر گپه را خوب سعی جستجو کنه اگر سوالات برش پیش میه اونا را پرسان کنه براحتی عبور نکنه از هر گپه درست احسن. از فکر انتقادی همیست منظورتان؟ آره احسن درست. بررسی کنه مسائل رو خب. بعدش بخ... میخوان الان من نوعی این فکر انتقادی بود الان من نوعی میخوام یک فردی باشم که تفکر انتقادی داشته باشم امه. خب باید با افراد باهوش هم با استعداد رفت آمد کنم نه ما افرادی که شکست خوردن در زندگی افرادی که بسیار ناکام هستن در مم. زندگی با... یا حتی بچه که میخواد بره مدرسه سعی کنه دوستای خودش رو از افرادی انتخاب کنه که زرنگ هستن مم. و باهوش هستن نمره خوبی میارن این خیلی میتونه به انسان کمک کنه و گوش کردن به صحبت های بزرگان درسته. این گوش کردن حال پدر و مادر باشه معلم باشه چون صلاح انسان رو میخواد امه. مشاور میخواد باشه فرقی نداره چون اینا صلاح انسان رو معمولا میخواد بله میخوان میخواد انسان موفق باشه رشد پیدا کنه خب گوش کردن به این افراد باعث میشه که من تفکر انتقادیم رشد پیدا امه. کنه و بتونم در آینده فردی موفق باشم درست. و همون یادگیری رو هیچ وقت متوقف نکنیم متاسفانه بعد از زیاد که میپرسیم میگن که ما دیگه علم آگاهی ما دیگه اعقد زیاد مثلا ذهن نمی... ما کشش نداره دلی. ما میگیم نه علم در هیچ زمان متوقف نکن ام. هر چی بیشتر یاد بگیری باعث میشه تفکر انتقادی شما بیشتر روش کنه و هر حرفی رو میشنویم انسان به دنبال منبع اطلاعاتی رو سعی کنیم بگردیم این خیلی مهمه خب ما سری سخن افراد رو قبول نکنیم که خداوند متعال در سوره حجرات آیه 6 میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید دقت کنید ایمان آوردید بره. نگفتن اسلام آورد یعنی ایمان آوردید یعنی مؤمن بست. ای کسانی که ایمان آوردید اگر کسی به شما خبر آورد مثلا ام. یا اونجا که ذکر فاسقی بر شما بله, خبر آورد بله. یعنی کسی که نافرمان میکنه اتمنان اتمنان بهش اطمینان نداریم حالا هر که به شما ام. خبر آورد مثلا به شما او خبر را آورد درباره او تحقیق کنید قشنگ گفتن تحقیق کنی یعنی با نادانسته باعث نشه که شما با او گروه برخوردی بکنی مم. اینجا همونطور که میتونید وقتی این آیه نازل شد داستانی رو میگن که فردی رو پیامبر فرستاده بودن به یک جایی برای جمعوری خمس و زکات اون گروه و قبیله آمده بودن به استقبال این فرد که ازش استقبال کنند و این فکت آمدن باش جنگ کنند و این سری برگشت خدمت پیامبر و فرمود که باعث شده که اونها بر علیه شما خمس زکات که ندادن بلکه همه گروهی به سرعت به طرف من آمدن نگفته بود به استقبال من آمدن و پیامبر هم میخواستن باعث بشه که این از روی ناگاهی و عدم علم و ترس فرار خودش باعث شد یه حرفا رو به پیامبر بزنه پیامبر سریع عمل نکردن دست. که گروهی رو بفرست با او قبیله به جنگ برخیزه و اینها که خونین ممکنه به ناحق کشته اینجا گفتم برین تحقیق کنین خوب. ببینین این فرد راست میگه یا نه وقتی که رفتن تحقیق کردن یک فرد دیگر رو پیامبر فرستاد به اون قبیله مهم. گفت نه همشون گفتن وقتی که اون کسی که مسئول جمع آوری خمس و زکات بود بی... آمد ما رفتیم به استقبالش مهم. باعث شد که اون فرار کنه خب این یعنی یک سخن رو ممکنه ما به جورهای مختلف برداشت کنیم پس این رو دقت کنید که بعد پیامبر در اونجا تصمیم گرفتن که خمس و رو جمع کنن و با اون قبیله جنگی خونزیان ما نیافته چون برداشت یک نفر باعث درسته. شده بود یک تصمیم اشتباهی بتا بگیرن پیامبر اینو باید ما از این نکته برداشت میکنیم که خبرهایی که به ما آوردن قبل از تحقیق برای اونا تصمیم نگیریم حالا ممکنه درباره خانواده ما باشه ممکنه درباره اولاد یک فردی به مرد خانواده به خانم خانواده یه چیزی برسه سری تصمیم نگیریم اون سخن رو یعنی قبول نکنیم سخنان بقیه رو به راحتی بلکه یک تحقیقی بکنیم آیا همین فردی که درباره فرزندم مثلا دخترم یا اولاد پسرم اومد چیزی گفت ای راست میگه یا نه باید تحقیق کرده باشه درستان. یعنی سری تصمیم نگیریم و گرفتن منبع ها رو خبر ها رو منبعش رو حتما در نظر داشته باشه که ما از چه کسی مثلا این حرفی که الان همون شناختی که شما میگید مثلا الان حرفی که من برای من زدن ام. و من میخوام به او عمل کنم آیا منبع معتبری داره درستان. یا نه یک فردی از گذر سر... خیابان آمد یک حرفی به ما به صورت گذری زد و رفت درستان. و ما به با او, با او باید عمل بکنیم یا نکنیم اینها رو باید انسان در زندگی خودش دقت کنه جالب اینجیه که همه آیه که ما ذکر کردیم گفتن لازمه ایمان عجله نکردن در کار هاست بله بله یعنی برخورد کردن با پجوهش و مشورت با مسائل درسته. جوری نباشه که ما به محضی که حال اطرافیان ما حرفی زنن حال ما می تنها به مسائل زندگی همون حسن نمیشه داخل اعضای خانواده باشه ممکنه یک فردی از طرف مادر شوهر مثلا عروس یه بله. خبری را بیاره خب درباره اون هم سری انسان نباید چیز تصمیم بگیره ام. چون ممکنه همون جنجال های ایجاد ام. بشه ما چقدر داریم مشکلات و دخالت های بقیه در زندگی باعث شده خانواده ها و کانون های خانواده دلاشون که به هم سرد شده هیچی حتی از هم بپاشه از ف... از بله بخاطر از... همین حرف شنوی هاست از حرف شنوی ها ام. جایی که نباید ما حرف شنوی داشته باشیم معمولاً بعضی تا حرف شنوی میکنیم از اون گوش میکنیم درست. و یک جایی هم هست که ما باید حرف شنوی داشته باشیم او طرف با مثلا از روی دلسوزی برای ما حرف رو زده ده. یا از روی مثلا او غمخوار ما بوده و حرف رو زده و به صلاح ما حرف زده ممکن اونها رو قبول نکنیم این رو باید حتما در زندگی های خود ما دقت کنیم مهم. و اجرا کنیم با توجه به اینکه امروز جلسه آخر مباحث هست که در مورد نظام خانواده و تاثیر عوامل بیرونی بلی. ما داریم بیان میکنیم این رو باید در نظر داشته باشیم که عوامل بیرونی از اون مباحثی که اول ما گفتیم مهم. چه تاثیراتی که بود که مثلا از اطرافیان داشتیم درست. دوستان داشتیم حرفاشون حتی کسایی که با اونا کار میکردیم مهم. در این خانواده میتونستن تاثیر بگذارن محیط زندگی رو ما بیان کردیم دقیقاً... که بحث مهاجرت رو گفت که <متصفيق> چقدر فرهنگ و مهاجرت آداب و رسوم و اخلاق و او، جای کشوری که ما دلیم. یا شهر رو که یا منطقه که ما بود مسافرت میکنه میتونه بر ما تاثیر گذار باشه دلیم. اینها همه عوامل بیرونی بودن انشالله بتانیم در زندگی خودمان به نحو احسن این عوامل بیرونی رو کنترلر کنیم بسیار و عالی. مدیریت کنی کنیم بله. چون بعضی وقتا مدیریت از دست ما خارج اونجی که مباحث ما نداریم برای گفتن ولی در جایی که دست ما هست اینجا هم. با تحقیق و با پژوهش باشه ان شاء موفق و معاید باشن همه درست است تشکر میکنیم خانم سنزاده زنده باشین بسیار عالی کلا این مباحث اینقدر اهمیت داره به خاطر از اینکه کانون خانواده به همون نسبت اهمیت داره به خاطر همون هست که این موضوعات گفتگو میشه و صحبت میشه برای بیننده های عزیز ما تا اینکه یک کانون گرم پر از صفا داشته باشن ایش. تشکر از صحبت های خوب شما از حضور شما خدافظی می کنیم و از شما خانواده های عزیز و شما فامیل های عزیزی که همیشه سعی دارین و کوشش میکنین که این کانون گرم خانواده خودتان را حفظ کنین و به خاطر ای کانون گرم خانواده ایتان هر تلاش و کوشش را انجام میدین خب برنامه های روشنا هم برای همین موضوع هست که شما عزیزان بتونین این کانون گرم خانواده ایتان را به خوبی حفظ کنین از حضور یک یک شما عزیزان خدافزی میکنین و آرزوی موفقیت پیروزی و سربلندی برای یک شما عزیزان آرزو من هستیم خدا نگه دارتم. سلام الله، سلام الله، سلام